بر شما بینندگان محترم، برنامه سرزنهای تاریخ رو نام کنم. روز روز دوشنبه است و 14 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید حدود 1 ساعت و نیم خدمتتون هستم. امروز هم همچنین در باب مطالب مختلف صحبت میکنم، اما تنه اصلی بس در واقع مخالطات هست. کار ما از مغلطه به اینجا رسیده. دروغ چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ما دوست داریم دروغ. حقیقت تلخه، اما این مطلب جدایی است. ولی اون چه منطق مربوط هست در واقع این که کلام آقا سخن را سر است ای خداوند و بن. کلام باید یک سر و تهی داشته باشه، داره معنی درست باشه، مبانی استدلالی و عقلیش درست باشه. و سیاست گذاران، سیاست مداران، در واقع کسانی که بر قدرت بودن، همواره دروغ گفتن و با مغالطه سر مردم رو بند کردن، استثناء هم ندارن. اجازه بفرمایید که این غزل حافظ خدمتتون بخونم و برگردیم سر مطلب. بله، می‌فرماید در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، اون تحمل که تو دیدی همه برباد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، اجده خوست بیارا که داماد آمد. اینجا حتما به یک واقعی نیکی داره حافظ اشاره میکنه، احتمالا بازگشت شاه شجاع از تبریز، چون شیراز در روزگار حافظ محل وقوع حوادث بوده پی در پی. بعد این که میگوید ای عروس هنر، در واقع اشاره به هنر شاعری خود داره حافظ اینجا. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، اجله حسن بیارا که داماد آمد. دلفریبان نباتی یعنی درختان همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از باغ غم آزاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان. پوزش از شما خدمتتون عرض می کردم که دروغ داستان چرب و شیری نیست و دوست داریم، علاقه مندیم به این داستان و مغالطه، به جهت اینکه حقیقت تلخه، مایه حقیقت تلخه. اونجا هم که اسباب کشی من نمیدونم چی نجاری میکنن، چه میکنن در تلویزیون پارس، من نمیدونم، سر صداش در اینجا هم میاد. سعدی میفرماید اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تا
تلخ داروی پند، به پرویزن معرفت بیخته، به شهر ظرافت برآمیخته. میگه اگر که میخوای چیزی درست حسابی، داروی تلخ پند را از من بگیر که با ظرافت طبع من آمیخته است و از پرویزن معرفت گذشته. پرویزن یعنی غربال. میگه که تکای خوب رو نگه داشتم از حکمت برای تو، اما تلخه. خب این داستان عرض میکنم که فریب مغالطه رو نخوردن چگونه ایجاد میشه. این اروپاییان بیچاره گرفتار و اسیر آخوند بودن از حدود قرن چهارم تا حدود قرن هیفدهم. یعنی قرن هیفدهم هست که بهش میگویند اصل استدلال، اصل دلیل و اصل روشنگری و روشنفکری به واسطه ابداعات و اختراعات بسیاری که در جهان شد. در تمام این مدت بیشتر از 1000 سال آخوند مسیحی گردن کلفت مفتخار به اسفل و سافلین رسانده بود جامعه اروپا رو، و دیگه اون عظمت یونان و عظمت امپراتوری روم و اینها هم که فضیلت ها داشتن و در واقع چیزها داشتن و فیلسوفان داشتن و دانشمندان داشتن و اینها یک سر رفت، همگی زیر پوشش دروغ، اونم دروغ آسمانی، دروغهای آسمانی رفته بود توأم با دیکتاتوری بسیار خشن کلیسا. و این تجربه 1000 چند ساله یا 1000 چند صد ساله سبب شد که بزرگترین تصمیم این باشد که مغالطه کاران یعنی آدمای مذهبی حرفه‌ای اینها شرشون رو کم کنن از سر جامعه، چون اینها سخنی جز دروغ برای گفتن ندارن، دستمایهشون جز دروغ چیزی نیست. و گفتن که آقا ما آدم های خاکی در این کهکشان ها بی صاحبیم. تا دیروز به ما میگفتن خدا در سرنوشت هر یک فرد تأثیر داره، مواظب اعمال همه هست، چنین و چنان هست. این زمین هم یک تعبیدگاهی است، ما رو فرستاده، حالا انشالله بعد ما رو میبره. از اینجور مزخرفات و لاتعالات گفتن ما بایستی بیاییم و خردمندانه در وضعیت سیاسی و اجتماعی خود نظر کنیم و عمل کنیم. و به فکر افتادم که خب برای اینکه جامعه بماند و پیشرفت کند، چراغ راهنما میخواد، قانون میخواد، شیوه‌ای از حکومت بایستی باشد و نظرات مختلف، فیلسوفان سیاسی اینا به میان انداختن و رفته رفته به این نتیجه رسیدن که بالاترین خرد، خرد جمع است، خرد جمعی، نه خرد یک فرد. اون تا اون روزگار یک نفر فکر میکرد و همه تحمیل میکرد. این احمقانه ترین نوع حکومت این است که یک نفر بنشینه، یک نفری که دارای عقلی است به اندازه خودش، در واقع این فکر و فکریه خودش رو، اندیشه‌هاش رو تحمیل کنه به ضرب چماق و چوب و ترس و وحشت و عرض میکنم کشتار و اعدام و اینها، و بقیه رو خفه بکنه. و این شیوه در همه جای جهان تقریبا با کم و بیش رایج بوده، تا اروپایی ها اولین آدم هایی بودن که به این قضیه فکر کردن. انگلیس ها گفتن آقا این درست نیست، نمیشود که حکم شاه تنها حکم باشد. مجلس درست کردن و در واقع در سایه اندیشه
جان لاک، جان استوارت میل و تعدادی دیگر، این دموکراسی آمریکا زاده شد و بعد انقلاب فرانسه رو داریم و بعد اروپا در واقع انقلاب صنعتی رسید و به قدرت رسید و جامعه مدرن ساخته شد. در جامعه مدرن حقوق انسان محترم هست. اون چه جامعه رو راه میبرد شایستگان هستن، خرد شایستگان هستن زیر سایه قانون. حال روزگار ما مردم مشرق زمین از ابتدا با همین جادوگری رو عرض می کنن که احضار جن و پیغمبروازی و از این حرف ها شروع شده و هنوز هم برجاست. ملاحظه بفرمایید جغرافی های خاورمیانه رو ببینید چه خبره در اونجا. این همه گرفتاری و این همه اختلاف و این همه خشونت که در خاورمیانه هست و همیشه بوده کمتر جایی بوده در جهان. و از این میانه ما ایرانیان که بر خوردیم در بین این گروه سامی ها و غیره و اینها، مردمانی بودیم آقا جای دیگه زندگی میکردیم، به وجهی که مورخین گفتن و دانایان تاریخ گفتن، آمدیم در این سرزمین ساکن شدیم، مدنیت ساختیم. آقا 2500 سال پیش، 2500 سال پیش شخصیتی مثل کوروش از بین ما پدید آمده که نه بعد از او و نه پس از او مردی مثل کوروش از مادر زاییده نشده تا به امروز. یک شب این هیستوری چنل، یک کانال کانال تاریخ، جمع کرده بود تعدادی از مورخان در باب یک فیلمی که آمریکایی‌ها تهیه کرده بودند که راجع بود به جنگ ایران و یونان و صحبت کوروش شد. در این سخن همه متفق القول بودند که در تاریخ انسان پیش از کوروش و بعد از کوروش مردی چون او نیامده. شخصی که در اوج قدرت انسانیت رو فراموش نکنه. این اصلا بدیعه، جدیده، چون قدرت به محض اینکه بوش به مشام شخص رسید اولین چیزی که فراموش میشه انسانیته. مطلقا موضوع انسانیت که بعدش مطرح نیست. دغدغه دیکتاتور نگه داشت قدرت به هر قیمت. جان انسان هم مطلقا به ابدا داره ارزش نیست. شما مردنی ترین آدم رو بیارید بشانید رخت قدرت، یه چماق هم دستش برید ببینید ای وای یه قولی از این بابا آمدید. من این مسئله جعفر توکل رو بارها گفتم، دو بار گفتم. معلمی داشتیم ما در مدرسه فردوسی شهر گلپایگان، این رنگ زرد بود، سرش دائم پایین بود، از فرط نماز و روزه زرد روی بود. فکر نکنید از نتیجه عشق بود، نه، نماز و روزه. سالی 3-4 ماه روزه، دائم نماز، سر پایین، هر که نگاه میکرد گفت عیسی مسیح. لاغر آقا، به محض اینکه این جمهوری اسلامی آمدن، خب دیگران میدیدن گفتن آقا یه آدمی پیدا هست اینجا که از بام تا شام اصلا این صائم و دهر قائم و لیل این آقای جعفر توکل آمدن رو قدرت شهر دارن دستیم. فردا دیدن ای داد بیداد این همونه،
تخت شلاق گذاشت، از ابتدا شلاق میزد سوار گاری، مینداخت این چیزا رو آدم ها رو روی گاری لخ میکرد و شلاق میزدن، این قرآن میخوند تا آخر آسفالت، یه 3-4 کیلومتر جکمه کمتر، 2 کیلومتر شاید آسفالت داشتیم شهر، میزد و برمیگشت. بعدش هم شکنجهگر شد در زندان اوین. قدرت به دست آورده بود این آقای جعفر توکل، همشهری های ما میشناسن راجب چه کسی من دارم صحبت میکنم، فکر میکنم هنوزم زنده است این حیوان. معلم ادبیات هم بود. بنابراین مغرب زمین به این نتیجه رسید که قدرت و فساد توأم نمیشود اعتماد به انسان کرد، به هیچ انسانی در موضوع قدرت نمیشود اعتماد کرد. این هست که گفتن آقا حاکمیت قانون و آدم ها بیایند و بروند، قدرت در دست هیچ کس باقی نماند، چون تمرکز قدرت در دست هر کس باشد فسادش حتمی است، جنایت قطعی است. این به قطعیت فیزیک و مکانیک مرحوم نیوتونه. با توجه به این مقدمه که قسمتون گفتم و بارها و بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، اینجا ما میخوایم خدمت شما عرض شود که یک مقاله نوشته است این آقای کدیور و 7 مورد وقاحت آقای خامنه ای رو اینجا بررسی کرده. خب اینا از جنس همه همدیگر میشناسن در هر صورت، حالا نه این که بگیم ایشون مثل ما آقاست، نه ابدا، ولی به هر صورت آگاه بوده بود. این آقا اومده گفته، آقای خامنه‌ای گفته که این آقایون در اون جنبش سبز نانجیب بودن، نانجیبانه عمل کردن. ببخشید این قرصای فشار خون که بنده می‌خوام، این هم به پی داره خشکی دهان. گفته است که اینها نانجیب بودن. آقای کدیور آمده و جوابی داده به حضرت رهبر، میگوید به راستی، حالا میگه اینها رو به اختصار میشمارم و به مونا اشاره میکنم، بله میگوید اگرچه کلام الملوک ملوک الکلام، اما حضرت ایشان که از نتایج انتخابات به ویژه در تهران خشمگین است، عنان ادب از کف داده به رقبای اسیر و بیمارش که امکان دفاع از خود ندارند دشنام میدهد. یعنی آقای اسدعلی خامنه‌ای میگوید به اینها گفتن نانجیب. نانجیب در کتاب لغت این گونه تعریف شده است: رزم، پست، بد اسب، بد گوهر، بد گوهر، بد نژاد، که اصیل و نجیب و نژاده نیست، بی عفت، نابکار، بدکاره، ناپاک و مقابل نجیب. خیلی خوب میگوید کتاب لغت در باب نانجیب که آقای خامنه‌ای گفته است به رقبا، معنیش این است. حالا میگوید این سخن خلاف شرع است، در یک حکومت سالم قابل پیگرد قانونی است، چنین و چنان. آیا مقام معظم رهبری متوجه پیامد استفاده از این ادبیات سخیف هستند؟ گوید استقامت میر حسین موسوی مهدی کروبی و زهران الرهنورد
عرض میکنم که در اجرای قانون اساسی نجیبانه بوده است، نه نانجیبانه. بعد میگوید 7 مورد رو ما میخوام معرفی کنیم از نانجیب بودن شخص آقای رهبر. خب، محصور کردن غیر قانونی بیش از 5 سال فقیه آل قدری که آقای خامنه ای شرح الاسارات و تنبیهات را نزد وی تلمس کرده بود. آقای منتظری وی بله اجازه برگزاری مراسم ترحیم استادش را نداد، حسینیه و دفتر او را پلم کرد و تا زنده بود در رسانه های تحت امرش به وی توهین کردند. این که عرض کردم حالا کسی که به قدرت رسید چیزی براش دیگه مهم نیست. همین داستان منتظری پیرمرد هست با این آقای خامنه ای. میگوید این استاد این بود و این کارا رو در حقش کرد. این مورد اولشی. البته این چپ و راست چاپ شده، من با یه تیکه از اول بردارم و یه تیکه از آخر به هم بچسبونم، یه معنی ازش در بیارم. خب این یک. ادامه حصر غیرقانونی آقای سید حسن طباطبایی قمی بیش از 8 سال تنها در زمان زمامداری شاگردش آقای خامنه ای حدود 1 سال شاگرد درس خارج فقه وی بوده است. یعنی آقای سید حسن طباطبایی قمی که 8 ساله که حالا در زندانه استاد این آقا بوده و این پیشش درس خارج رو میخونده در فقه. حالا همه اینا یک پنی ارزش ندارن، این درس خارج فقه با نمیدونم چی مرقبات لاتاهر پنی ارزش نداره، ولی به هر صورت چیز استاد محترمه دیگه، هر کسی پیش کسی درس خان واسی محترم بدارد. به زندان انفرادی فرستادن دکتر سید احمد صدر حاشیه جوادی عضو ارشد نهضت آزادی ایران در سن 80 سالگی حقوقدان متعهدی که در زمان گذشته گرفته بود. بعد میگوید بله و ایشان قبل از انقلاب مجاناً وکالت آقای خامنه ای و دیگر مبارزان را به عهده گرفته بود. آقای آیسه جوادی رو هم که میدونید که چه برای به روز شاوردن رو ممانعت از شرکت میر حسین موسوی در مراسم تدفین و تشییع پدرش میر اسماعیل موسوی خامنه ای و عدم اجازه برگزاری مراسم ترحیم نوی اون مرحوم در دههای 40 و 50 چندین ماه با آقای خامنه ای در خانه خود پناه داده بود تا به دست ماموران ساواک نیفتد. اکنون ماموران امنیتی مقام رهبری با پسر ارشد میر اسماعیل بله که مطالب های جز اجرای قانون اساسی ندارن چه میکنن؟ و میگوید رهبری موقت و دائمی آقای خامنه ای وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسی مجلس خبرگان، حالا خبرگان هم میگویند، مورخ خرداد 1668 است. رفتار آقای خامنه ای با رفیق 50 سالش که حق رهبری برگردن وی دارد چنین و چنان است و در مهندسی انتخابات سال 1384 اون را کنار گذاشتن و از امام جمعه موقت تهران بعد از خطبه تاریخی فلان چنین و چنان و بعد رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری 1399 مثال دیگری بر رفتار نجیبانه رهبری است که با کسی تعارف ندارد. بعد میگوید 6
شیخ علی تهرانی شوهر خواهر مقام معظم رهبری که در زمان جنگ از رادیو بغداد علیه نظام تبلیغ میکرد و بعد از بازگشت به ایران به زندان طویل المدت محکوم شد، سالهاست در مرخصی طولانی به سر میبرد و عرض میکنم که اما سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و پسردایی مقام رهبری به اتهام دفاع از اعتدال و جنبش سبز به 6 سال زندان محکوم محبوس شده است. به نظر مقام رهبری مجازات دفاع از جنبش سبز از همکاری با صدام حسین در زمان جنگ سنگین تر است. و بعد میگوید حالا قضاوت کنید ببینید که نانجیب کیست، نانجیب آقای خامنه ای است یا اون کسانی که مورد اتهام آقای خامنه ای قرار گرفتن. این کتاب رو من به شما معرفی کردم، شخصیت محمدی. پیش از این که وارد مطلب شم، من 2 مطلب مهم دارم امروز خدمتتون. حالا داشتم فکر می‌کردم کدوم رو بخونم. یکی این که سایت ما خراب شده، مرتب عرض کنم دارن بمبارون میکنن با ویروس و انواع اقسام، عرض کنم که این کارها، و چند روزی است بچه‌ها مشغولن که سایت رو راه اندازی کنم. یک موضوع. موضوع دیگر اون که تعدادی سایت، وبسایت به نام سرزمین جاوید، به نام بهرام مشیری آمده، هیچ کدوم اینها از من نیستن جز یک سایت. در هیچ جا من اظهار نظر نمی کنم جز در همین، عرض کنم که فیسبوک، که مال خود من هست در واقع، چون دیدم به من زنگ میزنن که آقا در فلانجا فلانجی، من میرم عکس من اونجاست، من نمیدونم این چگونه کار میکنه این داستان. من ابدا وارد بین امور نیستم، حوصله‌اش هم ندارم. یک عکس من هست روبروش هم یک اراجیفی گفته شده که هیچ نادانی چنین چیزی نمیگه، اینو منتسب میکنم به ما. اینا تمام جعلی هستن هموطن. اگر دیدی جز در فیسبوک بهرام مشیری اگر چیزی دیدید از من نیست. ما یه فیسبوک داریم که دوست عزیزم آقای سالکی اونو مدیریت میکنن، و یک سایت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جای دیگه من صحبت نمی کنم. این مطلب رو عرض کنم که خواستم عرض کنم. یه موضوع دیگری که لازم آمد خدمتون بگم اون این هست که ما خب دوستان رو میبریم میبینیم اینجا اونجا مسافرت میکنیم، همیشه صحبت از تلویزیون ها هست، صحبت از برنامه سازان هست، اینها این سوال مدتی است از من میکنن، زنگ میزنن که آقا آقای سیامک دهقانپور چه شد در صدای آمریکا؟ من عرض میکنم من مطلع نیستم، به صدای آمریکا زنگ بزنید از اونها سوال بکنید. و علت حیرتشان این است که سیامک دهقانپور حقیقتا در کارش استاد بود و خود مخلص که چند بار مهمانیشان بودم تأیید شدم که برنامه ایشان رو ببینم. برنامه های متنوع داشتم اما در هر برنامه ای چنان عمل میکردن که گویی تخصصشان اون موضوع برنامه بوده. همیشه آماده، همیشه مرتب و با یک پرستیژی که حقیقتاً شایسته، و سوال ها و تحلیل های خلق الصائه. یا آقای مطلبی میگفت، فرض بفرمایید که یک مغلطه در این سخن بود، بلافاصله ایشون توضیح میداد که نه چنین نیست، مثلا آقا این رو نگفت این رو گفت، ولی شما قبلا این رو گفتی. حضور ذهنشون هم فوق العاده بود. دوستان دیگر هم هستن که بسیار بسیار
در برنامه خوب اجرا میکنن در سیرهای آمریکا. اما ما نفهمیدیم علت این که ایشون رو برداشتن و برنامه افق رو به این وضع درآوردن، بنده که نفهمیدم. و هموطنان هم عرض میکنم آقا زنگ بزنید به مدیران محترم صدای آمریکا و از اونها بپرسید آقا علت بستن برنامه افق و برداشتن یک همچین شخصیتی از جلوی دوربین چه بوده. ما بایستی پاسدار پدیده های نیک باشیم در جامعه، ما مردم عرض میکنم، پشتیبانی کنیم از شخصیت های خوب، کسانی که در خدمت مردم هستند و زحمت میکشن. واقعا کار پرزحمتی است. آقا چند تا برنامه در هفته دادن و همیشه برای اون برنامه آماده بودن، مطالعه داره، تحقیق داره، عرض میکنم که بیخوابی داره، نشستن و اراجیف گفتن که کاری نداره که. آقا رفسنجانی جانی تر است یا خامنه ای؟ یه برنامه است، این میتونه موضوع 2 ساعت و نیم برنامه باشه، این رو مثلا یه زیدی بگوید، حالا ببینیم هموطنان چه میگوین. خط ها رو باز میکنیم، با هموطنان برنامه رو اجرا میکنم براتون. یا اینکه همواره از منزل که راه میفته یک برنامه ساز، تا وقتی میرسه اونجا که پشت برنامه مصلحت خودش و جیبش رو در نظر میگیره، این که نمیتونه حقیقت رو بیان کنه، که هیچ حقیقتی از دهن همچه آدم بیرون نمیاد. چون اگر بخوایم ما حقایق امور رو بیان کنیم همواره به عده بر میخوره. آدم مصلحت جو که این کارو نمیکنه. ماشاءالله میخواد چیز باشه، محبوب القلوب، آدم محبوب القلوب، هرگز حقیقت از زبانش جاری نمیشه. اینه که این باعث تعجب واقعا. من نمیدونم این مدیران محترم وزارت آمریکا به خواست مردم توجه کنن. بپرسن آقا یه آماری، یه چیزی، آخه این دکتر نیست. اگر برای مردم واقعا این برنامه ها یه آمار واقعی بگیرن، آقا به 500 تا منزل ایرانی چون بوسام آمریکا دیده میشه، زنگ بزنن آقا شما نظرتون راجع به آقای سیامک دهخانپور چی هست؟ من مطمئنم شما با من موافقید، چون من هرگز ندیدم و نشنیدم که هموطنی بگوید آقا این آقای دهخانپور هم خیلی سهلنگاره و برنامهاش خوب نیست. همه برنامه محکم، بسیار سالا هوشیارانه و به موقع و به قول این جایی ها عرض کنم که میگوین fair and balanced، یعنی متعادل و عادلانه. چند نفر که می بردن و موضوعات مختلف، فرض کنید امروز موضوع نمیدونم ادبیات، فردا موضوع دینه، فرض فردا موضوع سیاسته، آدم های مختلف، موضوع مختلف، سیامک همیشه آماده، همیشه آماده به بهترین وجه این برنامه ها رو اجرا می کردن. و من که متحیرم، این جوابی هم برای هموطنان ندارم، شما مراجعه کنید، دوستان حتما فکس داره وایس آف امریکا، نامه بنویسین، فکس بفرستین، بگین آقا ما علاقمند دیدن برنامه ایشون هستیم، شما اگه برای ما کار میکنید به ما باید توجه کنید، نه اینکه هرچی شما میخواهید به ما تحمیل کنید. این هم یه داستان دیگه. خب من اینجا 2 مطلب مهم دارم. یکی ازدواج حضرت رسول اکرم با همسر پسرشون، یکی 2 نامه از قوام سلطنه هست.
عرض کنم که دوست عزیزم در اروپا مصر بودن که من این نامه رو پیدا کنم، براشون پیدا کردم، آقای دلجوی نازنین، و ماندن که کدوم ها رو براتون بخونم. ولی از اونجا که شما عرض کنم خیلی علاقمند به مطالب اسلام هستید، بکنیم بریم سراغ زینب. سنت عرب اون بود که یه کسی که میگفت تو پسر منی و زن براش میگرفت مثل زن پسرش بود. این سنت رو حضرت برداشتند. از بس زینب زیبا شده بود، داستانش رو این آقا مفصل آورده، در تاریخ طبری هم هست، در همه تاریخ‌های دیگه هم هست، آیات نازل شده در این باب و اینا، و این آقا آورده است. بله خب، باری ماجرا این است که این زینب رو برای زید گرفتن، یه روز تشریف بردن ببینن زید کجاست، کاری داشتن حتما، میگوین نشسته بود، هاون دست گرفته بود و یه چیزی میکوبید و بسیار یعنی زیبا بود، زیباتر هم شده بود بعد از ازدواج. مشهور است که حضرت فرمودن تبارک الله احسن الخالقین، بعد از اینکه گفتن زید کجاست و زید رفته بیرون جایی فلانی حرفا، و یه عبارت دیگری هم اینجا، سبحان بله مصرف القلوب، منزه باد برگرداننده دلها، و سبحان مغلب القلوب، منزه باد دگرگون کننده دلها، هم از زبانشون گویا خارج شد. میگوید هنگامی که زید به خانه بازگشت، زینب او را از ماجرا مطلع ساخت. زید نزد پیامبر رفته به وی گفت ای رسول الله، شاید زینب در دلت جای گرفته باشد، اگر چنین است من او را ترک می کنم. رسول الله به وی گفت زنت را نگاه دار. گفتن این جمله سبحان مغلب القلوب نشانه واضحی بر این مسئله است که تا اون لحظه محمد میلی به وی نداشته و از اون لحظه به بعد قلبش دگرگون شده و عشق زینب در اون جا گرفته است و شکی نیست که محمد با این عشق خود را در برابر دشواری بزرگی یافت، زیرا زنی را که در دام عشق افتاده شوهردار است، بله و مهمتر از آن شوهر این زن با اون نسبتی دارد که با این که این نسبت ساختگی و غیر حقیقی است، یعنی پسرخوانده، یعنی بیولوژیک نیست، ولی از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید اون را مراعات و به آن احترام گذاشت. پس چه باید کرد؟ این مسئله پس از دیدن زینب و دل بستن به او، فکر محمد را به خود مشغول ساخته بود، ولی از یک طرف زید و از طرفی دیگر زینب و از طرف سومی جبریل این مشکل را برای آسان و هموار ساختن. این جبریل از کنم که حلال همه مشکلات بود. مثلا من حوث میکردم سر سه نفر ببودم، یکم فکر میکردم، بعضی وقتا دراز میکشیدم، یه پتو مینداختم رو بیدار میشدم، دیدم جبریل الان اینجا بود، گفت سرشون رو ببرید. همه مشکلات رو جبریل حل میکنه. با جبریل
مغلطه چیه آقا؟ توضیح مرموز. حالا این برادر افغانی داریم از مهممین هست، از اون شیعیانی هست که فکر میکند که در خلقت انسان شیعه آدمه و بقیه یه مش الاغ هستن در این بیرکوی زمین، و میگوید که دانشمندان نمیدونم الازهرم جواب من رو نمیتونم بدن، بیاد بگید آقا این جبرئیل کجاست؟ مرتب تبلیغ میکند که من به این مشیری میگویم با من مناظره کند. برادر من، من چه مناظره با تو بکنم؟ آخه کجای صحبت های شما از دارای یک حقیقتی است که من در باب اون حقیقت با تو مناظره کنم؟ تو معتقد به یک اموری هستی که همش مبتنی بر خرافات و دروغه، و دروغ با بیان مناظره کنی. بعد فوش های رکیت به نمیدونم ابوبکر و عمر و نمیدونم عایشه و حالا بمانم جبریل. جبریل مشکل رو حل کرد. اینو بنده عرض نمی کنم آقای خواستین یقه کسی رو بگیرین، یقه این آقا رو بگیرین. خیلی خوب، به نیسان که هنگامی که زینب گفته محمد سبحان مقلب القلوب را شنید، دریافت که به او دلبستگی پیدا کرده است و شکی نیست که از این موضوع بسیار خوشحال و خوشنود گردیده بود، زیرا ازدواج او با زید از روی نارضایی صورت گرفته بود و تنها پس از فرمان پیامبر به اون تن داده، و دلیل این مدعا شتاب او به متعلق ساختن زید نسبت به این ماجراست، و در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زید را دوست می‌داشته و می‌خواسته همسر او بماند، این کار را نمی‌کرده، زیرا خوب می‌دانسته که چنانچه زید بداند که محمد نسبت به او میل پیدا کرده، چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه از وی به نفع محمد صرف نظر کند. خب، و از آن به بعد، از اون جایی که می‌داند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، حالا بنده می‌خوام این موضوعی بگم. من خود حقیرم عرض می‌کنم. میگن آقا خداوند به شما 50 میلیون سال عمر داده، اما در این 50 سال یه بار جبرئیل قراره بفرسته با صحبت کنه. من از وحشت سترت خداوندی این 50 میلیون سال تنم میلرزه، تا چه رسه که هی بخوام زن بگیرم. البته خواهی منم، دیگران به گونه دیگر. حالا خب، چاره نخواهد داشت به نفس را تنصبر، و از آن به بعد، از اون جایی که میداند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، نخواهد توانست با وی همخوابگی کند و تیرش نیز دقیقا به هدف خورد، زیرا طولی نکشید که زید به سراغ محمد رفته و به او گفت ای رسول الله، چنانچه به زینب دلبسته اید از او جدا می شود. زید در این گفته خود کاملا صادق بود، بله، زیرا محمد سرور مقدس و واجب الطاعت که او به شما، بله، واجب الاطاعت او به شما می رفته و چاره ای ندارد جز این که از همسرش به نفع او صرف نظر کنه. البته چنین اقدامی در عرف آداب و رسوم آن زمان میگه در الکشاف میگوید، حالا یه چیزی هم آورده، یه زمخشری که واردش نمیشم. خب این طولانی است، ما وارد میشیم به اینجا. بعد میگوید که و حلبی میگوید وقتی عده زینب به پایان رسید، پیامبر زید را فرستاد تا او را خواستگاری کند. در این باره خود زید چنین روایت میکند: وقتی زینب را دیدم در نظرم خیلی مهم جلوه‌گر شد، به وی گفتم ای زینب، بشارتت میدم که رسول الله مرا فرستاده است تا تو را خواستگاری کنم. زینب گفت من کاری را بدون مشورت با خدایم نمی کنم. و به گفته زید گفت نزد زینب رفتم و پشتم را به در داده و گفتم ای زینب، رسول الله تو را خواستگاری می کند. زینب گفت
بدون مشورت با خدای هم هیچ گونه اقدامی نمی کنم. خب بعد میگوید که در حالی که پیامبر در خانهش مشغول صحبت با عایشه بود، ناگهان وحی بر او نازل شد و به او خبر داد که خداوند زینب را به عقد او در آورده است. و هنگامی که وحی برطرف شد، پیامبر در حالی که لبخند بر لبانش نقش بسته بود گفت کسی به خانه زید برود و به خبر دهد که خداوند عقد او را در آسمان بست. پس خود شخصا به سوی زینب به راه افتاد و به گفته عربی بدون اجازه بر وی وارد شد. زینب در این باره میگوید در حالی که سر برهنه بودم ناگهان پیامبر بر من وارد شد، گفتن ای رسول الله بدون خوندن خود به عقد شاهد، پیامبر گفت عقد کننده الله هست و شاهد جبرئیل. خوبه نه؟ چقدر کار آسون میشه آدم وقتی پیغمبر باشه. شکی ندارم هنگامی که محمد مشغول گفتگو با عایشه بوده، در باطن تمام هوش و حواسش تا متوجه مسئله زینب و ازدواج با وی کرده بود، در نتیجه دچار اون حالت مخصوص شده و شبهی را دیده که به وی میگوید خداوند زینب را به عقد تو در آورده است، که در واقع همان چیزی است که درون خود او میجوشیده و با تمام وجود خواهان اون بود، ولی اون را از شبهی به نام جبریل که ساخته تصور خود اوست میشنیده. محمد بعداً آیه های پیرامون ماجرای خود با زید و زینب نازل کرد که در آنها حقیقت را بازگو و افشا نمود و نشان داد که اون چرا که در باطن مخفی و پنهان می کرده غیر از اون چیزی بوده که ظاهر نشان می داده و دلیل اون ترس به از سخن پراکنی یهودیان و منافقان بوده که بگویند بنگرید چگونه محمد با همسر فرزند خودش ازدواج می کند، زیرا در آن هنگام زید معروف به زید ابن محمد بوده و با نازل کردن آیه های 4 و 5 سوره احزاب قبلا با اشاره کردیم جلوی این سخن پراکنی را گرفت. و بقیهش هم دیگه معلوم هست که داستان چه هست. یعنی در سنت عرب یعنی کسی آداب میکرد به قول این جای ها بهش میگفتن فلان پسر فلان، اینجا میگفتن زید ابن محمد. خب عرض میکنم خدمتتون که خدا رحمت کناد آقای محمود صدای من منعکس میشه از این سو. اسفندیار جان، خب ایشون فوت شد. این دو نامه که عرض کردم مهمترین چگونه عرض کنم پیشبینی سیاسی است که یک نفر سیاستمدار کرده در تاریخ ایران، شاید در تاریخ کشورهای دیگر هم این چیزی بوده ما مطلع نیست. 20 و چند سال پیش از انقلاب احمد قوام السلطنه که از بزرگترین سیاستمداران مملکت ما بود انقلاب رو پیشبینی کرده. دلیلش هم این بوده که بعد از اینکه قوام سلطنه از مسکو برگشت و اون مقابل نامه جعلی نفتی رو روبرا کرد که مثلا به روسا بدهد نفت شمال را، و بعد کابینه ساقط شد و در واقع این منوط به اون بود که روسا از مملکت بروند و قوام نقش بسیار مهمی در بیرون کردن روسا داشت، حالا پادرمیانی آمریکا هم بماند و اینها. قوام از ایران خارج شد و در قیاب او چاپلوسان آمدن و پادشاه ایران رو برانگیختند که شما بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و در واقع
اختیار بستن مجلس در دست شما باشد. خب قوام وقتی شنید تحمل نکرد و یک نامه نوشت، دو نامه. نامه اول رو نوشت که براتون میخونم، خواهش میکنم توجه کنید به خصوص هموطنان، و بعد یک نامه بسیار توهین‌آمیزی حکیم الملک برداشت به قوام سلطنه نوشت. قوام نامه تندتری نوشت و طی اون نامه که حکیم الملک نوشت، عنوان جناب اشرف قوام رو ازش گرفتن. خب متن اولین نامه قوام سلطنه چنین است و اینجا میگوید: با قدرت یافتن پادشاه پس از توطئه صورتاسناد نافرجام 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328 که فلان، قوام مدتی منزوی و خاموش بود و در این مدت بیشتر در خارج کشور به سر میبرد، تا اینکه در اواخر 1328 با ارسال نامه سرگشاده با عنوان پادشاه مجددا نام خود را بر سر زبان ها انداخت. این نامه و پاسخ شدید اللحن شاه به که با امضای حکیم الملک وزیر دربار در جرایر انتشار یافت و جواب تند قوام سلطنه به نامه وزیر از مهمترین اسناد تاریخی است. میگوید خب میگوید قوام سلطنه: با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیراً به علت عدم اعتناع به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته، خطرات عظیمی را فراهم ساخته است، نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد کرده. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرای از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده، جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و بقای آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افسوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلی حضرت همایونی تأکید فرمودند در پاره از اصول قانون اساسی نیز تجدید شد و زیر نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند. نصف 49 قانون اساسی، یعنی هر موقع که پادشاه بخواد مجلس رو ببنده. بنده از نظر 50 سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحاً و عرض می‌رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمه عظیمتر از این نیست که تنها وسیله بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد. و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بلواسطه چه بلاواسطه نتوانستم توجه اعلی حضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلی حضرت به عرض برسانم. باید اعلی حضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلق مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ گونه حقی برای مردم نمیشناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حق میدانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده
و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را بدهی از طرف ملت برای خود تشخیص دادند. و اعلی حضرت پادشاه فقید نیز در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود را ندادند. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک بزرگ منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلی حضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرمودند، چگونه می‌فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه این مجلس شورای ملی را که از در بند سنا هم با اشکالات متصبره می‌گذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و القای مشروطیت است و یا به فرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشایند شما یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفتتون موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آنها که سکوت و موافقت کرده و اعلی حضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننمودند. باید بی پرده عرض شود که اگر میگویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مسائل کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در اون راه نداشته مخالف مصلحت ملت بوده و فلان. بعد میگوید که من میخوام کوتاش کنم، میگوید برای این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده فرمودن علنا و به صراحه به عرض برسانم که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگوار را نه فقط برای ملک و ملت بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین المللی نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران در حکم سهمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانستند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و از و نصب وزرا و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای قوانین و آن چند قبیله است عموما دارای جنبه تشریفاتی میگردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است. خیلی خوب، این هم میگذاریم چون طولانی است. عرض میکنم که بعد دارم دنبال، خب از اینجا میخونم، کوتاه میکنم. در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، ولی در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلی حضرت همت میگماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلی حضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نبایم، ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلی حضرت بدین وسیله انجام میدهم و در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند، بله، و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و این عمل موقتی و زود گذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود. معروضه 26 اسفند 1328 احمد قوام. بله، حالا نامه بعدیش رو دیگه
تام وزیر اجتماع سر بره احمد قوام سلطنه سیاستمدار پی 80 سالش بود میگوید که دست به قانون اساسی نزنید آقا اگر بنا باشه که شما به سوگند یاد کردید در صیانت از این قانون بخواهید این قانون تغییر بدید و هر موقع میخواهید در مجلس رو ببندید این یه کاری بود که پدرتونم مطلقا نزدیکش نرفت و این سبب نارضایی ملی خواهد شد و روزی خواهد رسید که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین به جایی نخواهد رسید و راه فراخ خواهد شد اما به خنده‌دار اینجاست که در نامه پر از توهینی که نوشتن به قوام و عوضی گوش بکنم به حرفش لقب جناب اشرفش ازش گرفتن و بعد دکتر مصدق آمد آمدن نشستن گفتن آقا هم سفیر آمریکا در این کار در جریان دست داشته هم دیگران که تنها کسی که میتواند این محمد مصدق رو از صحنه بیرون کند به سر عموش قوام سلطنه رفتن با التماس لقب جناب اشرفش رو بهش پس دادن و قوام آمد کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری است که 3 روز بود دو یا چیزی در این حدود این مرد جاه طلبی بود قوام متاسفانه اون سخنرانی مشهور کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که یک جرح و تعدیلی در شعر من چهره دامغانی است خوشتنیان را سیاستی دیگر آمده قیام 30 تیر شد به تعداد آدم کشته شدن و باز عوام را در واقع حذف کردن و دکتر مصدق را آوردن و نخست وزیر بسن مقصود از این سخن این است که ما انقلابم کرده بودیم و این پادشاهی مشروطه این اندازه متناسب با تاریخ و فرهنگ و مملکت بود این من بارها به کرات و مردات خدمت شما عرض کردیم اما متاسفانه نگهداری نشد و کشور به این روزی افتاد که ملاحظه می فرمایید در یک جایی دوباره تکرار می کند قوام می گوید که اگر گوش نکنید به حرف من در نامه بعدی است روزی خواهد رسید که از دورنمای وحشت زایان تن من می لرزه و همین اتفاق هم عیناً افتاد وحشتناکترین اتفاق همین اتفاقی بود که ملاحظه فرمودید همه همون ملاحظه کردید حکومت ملت به دست یه مش آخوند جنایتکار نادان و پر از عقده‌های تاریخی تمکار آمدن و کار رو به اینجا رساندن کشور که هر روز انقلاب نمی‌کنه انقلاب شده بود قانون اساسی آمده بود کشور دیگه آرام شده بود وقت سازندگی بود وقت قانونمندی بود وقت گسترش سیاسی بود در کل جامعه و تعلیم و تربیت سیاسی کل ملت و دادن مسئولیت به ملت این روزگار تلف شد متاسفانه و اون چه وقت بکنم وقت ما هم تمام شده است اسفندیار جان ممنونم از شما مثل که وقت ما تمام شد از شما بله
سپاسگزارم از اسفندیار که برنامه رو هدایت فنی کردن و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.